امروز اومدم واسه تون یه ویدیوی خیلی مناسبتی بگیرم در مورد ولنتاین. تو خودت دوست داری از امیر چی بگیری؟ جان؟ در مورد این یه خاطره بگم. امیر اینا رو نشنوه، مال خود وقت بشه. سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ به چنل یوتیوب من خوش اومدید. خیلی خیلی زیاد خوش اومدید. امروز اومدم واسه تون یه ویدیوی خیلی مناسبتی بگیرم در مورد ولنتاین، یک روز خیلی عاشقانه. من بلد نیستم. آره دیگه، امروز اومدم در مورد یه روز خیلی عاشقانه باهاتون یه سری صحبت‌ها بکنم در مورد کادوها و اینجور چیزا که نظرات خودتون بود، که توی پیج اینستاگرامم اونایی که دارن میدونن دیگه استوری گذاشتم که به نظرتون چجور کادوهایی خوبه، دوست دارید چه کادوهایی بگیرید، هم دخترها هم پسرها. این ویدیو کلا راهنمایی خیلی عالیه واسه اون کسایی که میخوان کادو بدن، بگیرن که دیگه میگیرن یه چیز دیگه، اونایی که میخوان کادو بدن. حتی یه لیست نوشتم که چه کادوهایی واسه چه افرادی و چه چیزهایی خوبه، کلا خیلی فکر شده بوده این قضیه. قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم و اول نظرات شما رو ببینیم چیا بودن، کانال یوتیوب من اگه ندارید لطف کنید سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم تا آخر ببینید، خیلی کاربردیه، واقعا به دردتون میخوره. شاید الان سینگل باشید ولی این ویدیو رو ببینید، شاید سال دیگه رل داشتید، به نظر من به دردتون میخوره چون خیلی چیزا قراره گفته بشه، خیلی چیزا، حتی کادوهای آنهایی که ارزش مالی ندارن و ارزش معنوی دارن، اینا خیلی مهمن. باشید ببینید، لایک و کامنت و زنگوله یادتون نره. بریم بیایم، میریم سراغ اولیش. گفتن که یک خانومی بوده گفته که یه دسته گل رز این کادو رو دوست داره بگیره. به نظر منم کادوی قشنگیه، من خودم خیلی دوست دارم، کلا گل رز خیلی میتونه کادوی خاص و خوشگلی باشه، مخصوصا اگه یه خلاقیتی توش به خرج بدن توی رنگاش و مدلش و اینا، میتونه خیلی آدمو سورپرایز کنه. نظر شما چیه؟ دخترها اکثرا گل رو دوست دارن، اونایی که ارزش معنوی یا یه چیزی واسه شون مهم باشه، گل واسه شون خیلی با ارزشه، واسه منم با ارزشه. آره من خاطرم بگم، حالا این میونه کلامم، منم کلن یه مدت وقتی به هم گل میدادن، یعنی یه نفر به هم گل میدادن، من چون میدونست خیلی گل دوست دارم، امیر اینا رو نشنوه مال خیلی وقت بشه، اون گلا رو همه رو نگه داشته بودم، یه عالمه گل خوش شده رنگی داشتم، یه عالمه همه رو خوش کرده بودم، دونه دونه همه رو خوش کرده بودم، برعکس گذاشته بودم، خوش شده بودم، نگه داشته بودم، همه رو نگه داشتم. میریم سراغ بعدی. آیفون 13 ولی پول نداره. میونه پرانتز خیلی ها گفتید آیفون 13 آیفون 12 آیفون خیلی ها گفتید، حالا اینم بهتون جوابش رو میگم، آیفون 13 ولی پول نداره. قربونت بشم که آیفون 13 دوست داری ولی پول نداره، میدونم چی میگی. ایشالا که پول دارشه واسهت بگیر، اصلا ایشالا که پول دارشه خودت بگیر، نگران نباش. بعدی جون ایشون نوشته امیر رو کادو ولنتاین میخواد. چشمم روشن، امیر رو کادو کنیم. ببخشید اون واسه خودمه، نمیتونم بهت بدمش، تو دیگه قلبش گستم گذاشته، جز خودمه دیگه، این یه دونه رو بذارید واسه خودم باشه. مرسی. میریم سراغ بعدی. یه باکس کوکاکولای قوطی، ایشون خیلی نوشابه دوست داشته مثل این که. یه باکس کوکاکولای قوطی چقدر میشه؟ نمیدونم الان، نرخ دستم نیست ولی به نظرم چیز با صرفه‌ایه، دوست پسرش خیلی راحت به نظرم میتونه همچین چیزی واسش بگیره، البته نمیدونم، شاید دوست دخترش این نظرم راحت چی تهیه کرد. میریم سراغ بعدی. ایشون گفتن که تو خودت دوست داری از امیر چی بگیری؟ خب اینو واقعیتش من کادویی که مثلا خیلی گرون باشه، گرون که البته حالا از پسش بر نمیام، منظورم اینه که کادویی که خیلی گرون باشه اونا مثلا اینجور نیستم که خیلی بابتش خوشحال شم، بیشتر کادوی منو خوشحال میکنه که یه خلاقیتی توش به خرج رفته باشه، مثلا اینجوری باشه که بچه بودم خیلی از این کادوها مثلا خودم به دوستان میدادم که عکسامون رو کوچولو کوچولو توی دفترچه میچسبوندم، بعد یکی از خاطرات مشترک دوستای مدرسه‌ام، یکی از خاطرات خوبمون رو زیرش مینوشتم، ازش یه چیزی آویزون میکردم، این خلاقیت ها توی این کادویی که میخواد به هم بده باشه،
این ویدیو رو ببین امیر، من خلاقیت دوست دارم، ارزش مادی اصلا واسم اهمیتی نداره، خلاقیت توی کادو باشه. این خیلی به نظرم تو ذهن آدم میمونه، اونایی که عین منن بگن تو کامنت پاستیل و شکلات و آیفون 13 و اینا خیلی خفنه ها، ولی خب این به نظرم خیلی جذاب تر میتونه باشه. نظر شما چیه؟ بریم سراغ بعدی. نیکا میشه یه پیج واسه ولنتاین میک خرید کنیم؟ تبلیغ نخوام بکنم، آنلاین شاپ خودم، یه سری باکس های خیلی خفن، آیدی آنلاین شاپ همون میذارم الان اینجا، ovin.shop آنلاین شاپ خودم، این خیلی راحت بیاری ازشون باکس های خیلی گوگولی مگولی هم برای دختر هم برای پسر آماده کرد. آره دیگه خدا رو شد خلاصه یه تبلیغاتی هم این وسط کرده باشیم، آیدی اینجا بود. ولی در کل آره الان فقط همینجا رو میتونم معرفی کنم، جای دیگه به ذهنم نمیرسه. هیچی، فقط به هم اهمیت بده، همین. خیلی قشنگ گفت، اهمیت دادن واقعا تو رابطه خیلی مهمه. جدیدنو انگار یا قبلن هم بوده اینجوری شده که پسرها فکر میکنن هرچی تخصتر و قدتر باشن جذابتر و خفنترن، ولی نه همیشه هم اینجوری نیست، بعضی موقع ها دیگه خسته کننده و چرت و لوس میشه. دخترم شاید اینجوری باشه، آره تو دخترم اینجوری شده که میخوان قد بازی در بیاره. نباشید آقا، به هم دیگه توی رابطه اهمیت بدید، بذارید اون دوست داشتنه قوی تر بشه با اون اهمیت دادن ها. میریم سراغ بعدی. آخ نوشته سند ازدواج، قشنگ بود، یعنی ببرتش ازدواج کنن دیگه، وقت گرفتن باشه. به نظرم واقعا این بهترین کادوی ولنتاین میتونه باشه. دلت نخواد. ایشون نوشتن که والا چیز زیادی نمیخوام، یه ویلا شمال، یه ویلا تو شمال، تو شمال، یه گوشی آیفون 13 پرو مکس و یه سرویس طلا و یه ماشین فراری. چیز زیادی نیست. آره چیز زیادی نیست بچه، ولی یه چیز مثلا اینا رو فرض کن بگیری، خب مثلا واقعا اینا رو از یکی کادو بگیری، بعد خدایی نکرده، خدایی نکرده زبونم لال، من اون کات کنی چند وقت دیگه که شما رو نمیبینم. بعد نه که بگم یارو بیاد اونا رو پس بگیره ها، نه، یه سری افراد که میان پس میگیرن کادوهایی که دادن، اونا که مثلا ما اینو کاری نداره، یه سری هم که پس نمیگیرن، ولی اون حس این که اینا الان مال یه نفر دیگه بوده که به هم داده دیگه، اصلا بهت خوش نمیگذره اسم کنم با اون وسایل. من که فکر کنم اینجوری هم نظرم خوب نیستی که کادو انقدر غلیظم بگیری، بعدم ممکنه که رابطه تموم شه، زبونم لال، اون حس اینگار مثلا یه آدم بکن بودی به دست میده، خوب نیست. بچه اینو نمیدونم چیه، نوشته خفت بلند طلا، منظورم از خفت یعنی یه گردن بند بزرگ طلاه. خفت، 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 شما اگه میدونید چیه اعه اوشو بذارید و تو کامنت بنویسید، چون این اعه او نداره و من نمیدونم چیه. یه گردنبند کلوفت طلا خیلی با ارزش میتونه باشه و ماندگار، اتفاقا این خوبه، چون مثلا اون گردنبند کلوفت طلا فکر کنم هیچ وقت گردنت نمیتونی بندازی، همیشه باید چه نگرش داری، یادگاری طوره، این باز میتونه خوب باشه. ولی من زیاد طلا دوست ندارم، ولی طلا چیز با ارزشه، باید سعی کنم دوستش داشته باشم، به درد بخوره. گفته هیچی نمیخوام، فقط بیاد بگیرتم. اصلا که هیچی نیست، همه چیه تو رو بگیره، چقدر هزینه ها بالاست، اون خودش اون هزینه عروسی و اینجور چیزا خودش یه عالمه است. ولی آره دیگه ان شاءالله که بگیرتت، خوشبخت شی. میریم سراغ بعدی. یه عالمه شکلات و کاکائو تلخ، تلخش نظرم رو جلب کرد، جذب کرد. اینم میتونه جالب باشه، باحاله. ولی مثلا بعضی هستن کل کاکائو رو یادگاری نگه میدارن، به نظر من این کار نکرد، یه سریاشو بخورید، همشو بخورید، یه دونه رو یادگاری نگه دارید. میریم سراغ بعدی. بلیت کنسرت BTS خیلی واوه، خیلی خفنه. آره ببین بلیت کنسرت یه طرف، این هزینه رفت آمده چی؟ اون با خودته یا با اون دوباره؟ اگه با خودت باشه که اوکیه، ولی خب اگه با خودت باشه که دیگه این همه راه داری میری، این همه هزینه میخوای بکنی، پول بلیط هم میدی دیگه، پس با اونه. خیلی قشنگه، با اینکه دوتایی برید حتما خیلی خوش میگذره، البته شاید هم دوتایی نرید بهتره، خودشون خیلی خوبه. نه دوتایی برید.
کادو نمیخوام، فقط ای کاش بشه اون روز برم پیشش. این از 100 تا کادو ارزش داره. اون روز برم، آها اون روز ولنتاین برم پیشش، 100 تا کادو ارزش داره. ای خدا کم دیدتش، دوست داره ببیندش. آخ بچه بچه، در مورد این یه خاطره بگم، در مورد این موضوع میخوام یه خاطره بگم. تقریبا چند سال پیش بود، کلاس 8م 9م اینا بودم فکر کنم، موقع مثلا من بیرون نمیتونم، مامانم نمیذاشتن تنها برم بیرون. همونجور که خیلیاتون میدونید و خیلیاتون این کارو میکنید، کلاس میپیچونیم، کلاس زبانی، باشگاهی، چیزی. بعد من یه روز کلاس زبان بودم و دقیقا همون روز ولنتاین بود. بچه با کلی بدبختی پول دادم به یکی از دوستان، رفت واسه پسرم از این تالو ندیدم، یکی دوبار دیده بودمش. بعد اون یکی دوبار که میدیدم بعد دور میدیدیم ما، مثلا من با مامانم میرفتم بیرون، اون از اون ور و رد میشد، ما هم دیگه رو اینجوری میدیدیم. بعد خیلی سوسکی. بعد یه چیزی که من پول دادم به دوستم، گفتم برو یه کادو بگیر، پول متوسطی دادم، ولی اون رفت گرونترین کلاه کپو گرفت. کلاه کپ مثلا بود 40 تومن، اون مثلا 200 تومن پول اون کلاه کپو داد، ولی خب خیلی خاص بود. اونو گرفته چی، ما اونو با یه دونه شاخ گل و اینا تزیین کردیم، از مدرسه آوردم خونه بردم، تو راپله‌هامون قایمش کردم که بعد از اون که خواستم برم کلاس زبان ببرمش. من خیلی چیزا رو تو راپله‌مون قایم می‌کردم، اون ببخشید اون بالا نرسیده به پشت خونه قبلیمون. بعد چی دیگه، من خواهم برم کلاس زبان، اونو برداشتم، آها این مامانم مورد بود کلاس زبان، بعد دادم به دوستم اونو بیاره. با دوستم میرفتیم، همسایه‌مون بود، مامانم ما دوتا رو میبرد، دادم به اون، اون گرفت دستش بردیم. بعد من تا وارد شدم سریع، تا مامانم رفت سریع اومدم بیرون، چون اگه خود مؤسسه میدیدن که یکی اومده تو رفته بیرون سریع اطلاع میدادن. چی دیگه، من اومدم تو، سریع اومدم بیرون و هیچی، پسره رو دیدم، کادو رو دادم، کادو رو گرفتم، اومدم برم سر کلا، اومدم برم پشت در وایسم، یه جایی وایسم که وقتی تعطیل شدیم از داخل بیام بیرون. با دوستم هماهنگ شده بود. چیه، دیدم مامانم پشت در کلاس وایساده، من اومدم اونه اومد، با هم رو در روی اینجوری شدیم. وای وای خیلی بد، خیلی بد، وای، ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر. مامانم گفت کجا بودی؟ اینجا تازه یادم افتاد. مامانم گفت کجا بودی؟ گفتم رفتم آب بخورم. حالا این پلاستیکم، این پلاستیک که این پاکت هم دستم بود، رفتم داخل کلاس. معلمه میدونست من هر سری میپیچونم، هر سری که یعنی چند سری پیچونده بودم، اینجوری نگام کرد و اینا. منم بهش گفتم خدا یه دونه اینجوری کردم تو رو خدا، که مامانم پشت در، معلمه با هم همکاری کرد. از همینجا بوسش میکنم، دستش درد نکنه. مامان من خیلی زرنگتر از این حرفا بود و فهمیده بود. میریم سراغ بعدی، ببخشید دوباره خاطرم خیلی طولانی شد. نوشته که من که عشقم واسم لپتاپ و گوشی آیفون 13 خریده. نیکا عزیزم یه سوال، اهل قلیون کشیدن هم هستی؟ آها این دوباره سوال بود. خب خدا رو شکر لپتاپ و گوشی آیفون 13 دمش گرم، دمش که ایشالا به خوشی استفاده کنی و همیشه لبخند روی لبات باشه. اینو که شنیدین دیگه خیلی ها میگن در حد توانت کادو بخوا از یکی که تو هم بتونی همونقدر بهش کادو بدی. قشنگ بود این صحبت، یه بزرگی گفته بود، خیلی البته گفتن تو فضای مجازی. و اینکه عزیزم سوالی که پرسیدی، نیکا عزیزم اهل قلیان هستی؟ نه من اهل قلیان نیستم، چون سردرد میگیرم اصلا قلیون نمیکشم، خیلی کم پیش میاد. بال مگس بیبو، دلیلش هم خود دریاب خواهر، چون نمیدونم، شما اگه میدونید تو کامنت ها بگید، من اصلا هرچی فکر میکنم به این موضوع، شاید واقعا یه چیزی پشتشه من نمیدونم، شاید فقط نظر منو میخواد. بال مگس بیبو، مگس مگه بو داره؟ ها؟ یه کارت پر پول. تو رویاه هم فقط لباس و کفش و کیف و اینا میاد. کارت پرپول هم واقعا عالیه، هر چیزی که دوست داری میتونی بری باش بخری. بای منو ببین، لباس اومده تو ذهنم، حداقل برو خونه بگیر، اما برو ماشین بگیر. من تولد دوست پسرم 5 روز بعده و براش کادو گرفتم آماده است، ولی دیگه واسه ولنتاین نمیدونم چی بگیرم. خیلی بچه اینجور شرایط هم واقعا بده که تولد و ولنتاین نزدیک هم باشه. ببین هم این که برای اون افرادی که میخوان کادو بگیرن بده، هم اصلا اون افرادی که میخوان کادو بدن. ای کاش بتونم منظورم رو برسونم. وایسید وایسید، بعضی هم میان این دوتا روز رو یکی میکنن، یه دونه کادو میدن. آقای درسته، خب این به نفع اونیه که میخواد کادو بده، ولی بعضی ها نمیان این کار رو بکنن و دوتا کادو رو جدا جدا میدن و اون، این به ضرر اون کسیه که میخواد کادو رو بده.
دوتاش یکی شد. ولش کنید. توصیه‌م اینه که یه دونه کادو بده دیگه. یه دونه کادوی خوب بده، مثلا یه دونه گلم بده، بگو اینم برای ولنتاینت. ولی دوتاش با هم، این برای ولنتاینت اونطوری بده. یه باکس لوازم آرایشی. اینم واقعا جذابه. این واقعا دوست داشتنیه که من اینو گرفتم یه بار. و اینکه آنلاین شاپ هم میگه واسه تون شاپ، حتما اونجا باکساشو ببینید. میریم سراغ بعدی. از سربازی بیاد فقط کلی خوشحال میشم. آخی سربازیه، ایشالله که زود سربازیش تموم شه بیاد پیشت. به نظر من تو این شرایط بهترین کادو همینه. بعدی کتاب جان، ایشون نوشتن کتاب. کی واقعا دوست داره ولنتاین کتاب بگیره؟ من تو حالت عادیش تو هیچ شرایطی دوست ندارم کادو کتاب بگیرم. دیدید چقدر مخه؟ البته بعضی دوست دارن و، ولی خدای من ضربه بزرگ اونجا خوردم که کلاس اول دوم ابتدایی بودم، دوستم برام یه کتاب کادو آورد، قطرش انقدر بود. من کلاس دوم بودم، از همونجا من ضربه بزرگ خوردم، بر کتاب زده شدم. از اینجایی که ریل ندارم باید خودم بشینم فکر کنم واسه خودم چی بگیرم. درسته بچه، اونایی که رل ندارن پولاشون از همین امروز که، یعنی از چند روز قبل ولنتاین جمع و جور کنن، برن واسه خودشون چیزی بگیرن، خودشون رو خوشحال کنن. خیلی هم حال میده. نخیر، ایشون نوشتن که بهش خوردن لبش رو تقدیم میکنم. چی نمیگم بچه ها، اینا تموم شد نظرات شما. حالا من یه لیست آماده کردم که چه جور کادوهایی واسه چه مدت زمان رابطه مناسبه. میریم سراغش. این کادوهایی که حتما پسر رو باید واسه دختر رو بگیرن. خب این کادوها رو من میگم واسه پسر رو. خوب گوش کنید. مدت 1 هفته تا 3 هفته. شکلات، پاستیل، گل روز. حتما این سه تا شاملش میتونه باشه. یه دونه شکلات، یه دونه پاستیل، یه دونه گل روز. گل به نظرم خیلی قشنگه دیگه، تو رابطه یکی به یکی بده، هم پسر بده به دختر، هم دختر بده پسر، قشنگه. مدت 1 ماه تا 3 ماه یک باکس شکلات و اینجور خوردنی مردنی ها، به علاوه یه گردنبند بدل، طلا نه، در یه چیز خوشگلی که همیشه به یادت باشه، آویزون گردنش باشه و به یادت باشه. گلم به علاوه گل که دیگه همیشه باشه دیگه، شما خودتون گلید. ترجیحاً هم گل روز قرمز باشه و یا رنگی که اون طرف مقابلتون دوست داره، ولی قرمز خیلی مهمه. چشم. مدت 3 ماه تا 5 ماه شاسخین، عطر، گردنبند یا مثلا دستبند یا حالا انگشتر، اون حلقه ها، انگشتر، گردنبند، یه چیزی که به خودت بس کنی به یادت باشه، به همراه گل. اونایی هم که میگن عطر جدایی میاره، من اصلا بر این باور نیستم. عطر اتفاقا خیلی هم قشنگه. شاسخین هم که حالا از انقدی داریم تا بزرگ. مدت 5 ماه تا 8 ماه یه چیز معنوی خاص به علاوه گل. این چون شامل حال خودم بود اینو نوشتم، یه چیز معنوی خاص تو دیگه خودتون میدونید، توضیحاتشو دادم. چیز معنوی خاص با گل. مرسی، ترجیحاً گل قرمز. میریم سراغ 8 ماه تا 1 سال. میتونه آیفون باشه، گوشی آیفون، از 10 11 8 9 10 11 12 بگیر تا 13. یه دسته گل بزرگ، میتونه این دسته گل بزرگا میتونه قشنگ باشه و زیبا. مدت زمان 1 سال تا 2 سال یکی از آرزوهای اون دختر رو برآورده کنید. تمام. بقیه‌اش هم که دیگه به نظرم باید بگیریدش، اینجوری نمیشه. مرسی که همراه من بودید تو این ویدیو. امیدوارم که کمکتون کرده باشم برای ولنتاین. اصلا نگران نباشید، ولنتاین هم یه روز عادیه، روز عشق میاد و میره میگذره. مهم اخلاق و شخصیت و رفتاره که اون رابطه رو قوی نگه میداره. خیلی دوستتون دارم. مرسی که هستین و تا درودی دیگر، بدرود. خدافظ.